سلام، چطورید؟ شنیدید میگن فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. ما هم میخواییم توی این اپیزود با فلفل ترین نسل، یعنی نسل زد، آشنا بشین. اگه براتون سواله که چرا به این نسل میگن فلفل، تا آخر این اپیزود همراه هم باشید. رسیدیم به آخرین اپیزود موضوع طراحی برای نسل‌های مختلف. ما توی این سری ویدیو در مورد نسل‌های مختلف، ویژگی‌هاشون و انتظارات هر نسل از تکنولوژی صحبت کردیم. گفتیم که برای ساختن یک محصول با تجربه کاربری خوب، اولین قدم شناخت مخاطبانمونه. تا حالا ویدیوهای نسل B، نسل X و نسل Y رو داخل کانال قرار دادیم. اگه ندیدینشون بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ببینید. و حالا میریم سراغ نسل Z. نسل Z شامل نوجوانهایی میشه که بین سالهای 1997 تا 2012 متولد شدن و الان حدوداً 9 تا 24 سالشونه. این نسل نسلی هستش که از سنین کودکی به اینترنت و دستگاه‌های هوشمند دسترسی داشته. حتی اگه خودشون هم دستگاه هوشمند نداشتن، بازم موبایل و تبلت بقیه اعضای خانواده دستشون بوده و اونها ازش استفاده کردن. نسل Z تو هر زمانی از طریق اینترنت میتونه بروزترین اطلاعات و دیتا رو دریافت کنه و این باعث شده به افراد آگاهی تبدیل بشن که خیلی راحت تحت تاثیر قرار نمیگیرن و کاملا غیر قابل پیش بینی هستن. به این نسل ارلی کانسیومرها گفته میشه، یعنی افرادی که زود تبدیل به مصرف کننده شدن، چون اینها خیلی زود یاد گرفتن که چجوری با اینترنت و دستگاه‌های هوشمند کار کنن، اپلیکیشن و بازی روی دستگاه‌ها نصب کنن، توی وب و انواع شبکه‌های اجتماعی بگردن و پرداخت‌های آنلاین انجام بدن. یکی از تفاوت‌های اصلی این نسل با بقیه نسل‌ها کاهش بازه زمانی توجهشونه، چون اینها از همون زمان کودکی با حجم بسیار زیادی از تبلیغات و اطلاعات مواجه شدن، اصلاً به تبلیغات توجهی نمی کنن، روی لینک ها کلیک نمی کنن و کلن هیچ برند و محصولی براشون مهم نیست و نسبت به بقیه نسل ها انتظارات بیشتری هم از تکنولوژی دارن. بازه زمانی توجه این نسل حدود 7 الی 8 ثانیه هستش، یعنی مدت زمانی که به یه موضوع توجه میکنن حد اکثر 8 ثانیه است و این برای ما به این معنیه که فقط 7 الی 8 ثانیه وقت داریم تا توجه اونها رو جلب کنیم و اگه توی این مدت نتونیم فرصتمون تموم شده. از طرف دیگه دسترسی به اینترنت و دستگاه‌های هوشمند باعث شده مغز اونها به نحوی باشه که اطلاعات رو سریع‌تر بتونه پردازش کنه. طبق یه تحقیقی که روی نسل زد تو آمریکا انجام شده، فهمیدن که افراد این نسل همزمان میتونن 5 تا صفحه نمایشگر رو ببینن و همه اونها رو تو حافظه کوتاه مدتشون حفظ کنن. مثلا یه نفر همزمان میتونه بازی کنه، یه ویدیو رو ببینه، به دوستش پیام بده، با یه گروه دیگه چت کنه و به گزارش یه بازی ورزشی گوش بده. این نسل علاقه زیادی به محتواهای بصری و ویدئویی داره. به این نمودار توجه کنید. این نتیجه یه تحقیقه که سایت ویژوال آبجکتس در مورد محبوب ترین سایت ها روی نسل های مختلف انجام داده. نتایج این تحقیق نشون میده که برای همه نسل ها فیسبوک پربازدیدترین وبسایت بوده به جز نسل زی. نسل زی کلن استفاده از یوتیوب رو با اختلاف به بقیه ترجیح میداده. یوتیوب برای این نسل و نسل وای جاییه که هم میتونن انواع فیلم و کلیپ های سرگرم کننده رو ببینن، هم ویدیوهای بلاگر مورد علاقه شون رو دنبال کنن و همین که ویدیوهای آموزشی ببینن. پس براشون علاوه بر جنبه سرگرمی، جنبه یادگیری هم داره. یکی از موضوعات مهمی که در رابطه با نسل زد باید بدونید، جنبه روابط این نسل با خانواده‌اش هستش. این نسل به خاطر دسترسیش به اینترنت، طرز فکر متفاوتی رو نسبت به بقیه نسل‌ها، مخصوصا نسل X که پدر و مادرش میشه داره. چیزی که برای اونها عادی تلقی میشه، برای نسل‌های دیگه غیر متعارف به نظر میرسه. ولی این اصلاً به معنی شکاف توی خانواده‌ها و دوست نداشتن همدیگه نیست. این موضوع صرفاً باعث تفاوت تو طرز فکر افراد شده و خود این نسل‌ها هم به این تفاوت فکری آگاهن. احتمال زیاد میدونید که بین نسل‌های مختلف، نسل زی نسل تأثیرگذاری به حساب میاد.
دلیلش اینه که با اینکه درصد زیادی از افراد این نسل به استقلال مالی نرسیدن، ولی روی رفتار خرید خانواده‌شون و استفاده اونها از محصولات دیجیتال و اپلیکیشن‌ها تاثیرگذار هستن. تو بسیاری از موارد نسل X که کمتر با تکنولوژی سر و کار داشته، از فرزندانش یعنی نسل Z کمک میگیره. خیلی وقتا این نسل Z هستش که استفاده از یه سایت یا اپلیکیشن رو به والدینش توصیه میکنه. حتی اونو توی گوشیشون نصب میکنه و استفاده از اونها رو بهشون یاد میده. پس اگه بتونیم محصولی بسازیم که توجه نسل زد رو جلب بکنه، در اصل باید یه چند تا نشونه زدیم، چون محصولمون رو به بقیه اعضای خانوادهش هم معرفی میکنه و اینطوری کاربرای بیشتری به سمت محصول ما میان. اگه یادتون باشه برند ویکتوریا سیکرت تو سال 2021 سیاست جدیدی رو برای انتخاب مدل‌هاش پیش گرفت که خیلی سر و صدا به پا کرد. این برند برای سالیان زیادی از مدل‌های حرفه‌ای استفاده می‌کرد که با عنوان فرشتگان ویکتوریا سیکرت شناخته می‌شدند و قوانین و استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای را برای هیکل این فرشته‌ها در نظر می‌گرفت. ولی تو سال 2021 این برند توی یه پست اینستاگرامی با فرشته‌هاش خداحافظی کرد و بعد از اون از 7 زن تاثیرگذار تو زمینه‌های مختلف برای تبلیغ برندش دعوت کرد. یکی از دلایل اصلی این تغییر طرز فکر منحصر به فرد نسل زی و تاثیرگذاری اون روی سایر نسل‌ها بوده. این نسل به شدت به آزادی فردی خودش و بقیه آدم‌ها اهمیت میده و معتقده که من یک آدم منحصر به فرد هستم، روحیات، اعتقادات و شخصیت خاص خودم رو دارم. هیچ کس حق قضاوت فردیت من و حتی کس دیگه‌ای رو نداره. این طرز فکر نسل زی داره روز به روز گسترده تر میشه و این نسل داره بقیه نسل ها رو هم با خودش همسو میکنه. بیاید یه نکته در مورد رفتار خرید نسل زد هم بهتون بگم. برخلاف نسل ایست که به برندها وفادار هستن و وقتی از یه برند خوششون میاد همش ازش خرید میکنن، این نسل نسل اقتصادی هستش و تو خریدهاشون تناسب قیمت با کیفیت براشون اهمیت زیادی داره. این نسل علاقه شدیدی به کسب درآمد از شبکه‌های اجتماعی و کلاً اینترنت داره و با اینکه هنوز کمتر از 25 سالشونه، ولی تعداد زیادشون از طریق اینترنت و شبکه‌های اجتماعی تونستن درآمد داشته باشن. توی طراحی محصولات دیجیتال اگه میخواید این نسل رو تحت تاثیر قرار بدید، لازمه بدونید که استفاده از محتواهای بصری تو جاهای مناسب باعث توجه این نسل میشه. علاوه بر این استفاده از ترکیب‌های رنگی خلاقانه خیلی به جلب توجه این نسل کمک می‌کنه و تو سال‌های اخیر استفاده از انیمیشن‌های کوتاه و میکرو اینتراکشن‌ها خیلی ترند شده و استفاده ازشون توی محصولات باعث میشه که این نسل بتونه ارتباط خوبی با محصول ما برقرار کنه. یه نکته جالب دیگه در مورد نسل زی اینه که برخلاف بقیه نسل‌ها، این نسل توقع پرسونالیزیشن یا همون شخصی‌سازی رو توی محصول شما داره. چون این مدل الگوریتم‌ها رو خیلی زود تجربه کردن و کاملاً باهاش آشنا هستن، اونها انتظار دارن که بتونن ریکامندیشن‌هایی رو مرتبط با اون چیزایی که فالو می‌کنن یا کلیک کردن ببینن. این در حالیه که برای بقیه نسل ها الگوریتم های شخصی سازی چیزی نیستش که توقعش رو داشته باشن و وجود این الگوریتم باعث میشه که خوشحال بشن، ولی نسل زی برخلاف بقیه نسل ها هستش. و نکته آخرم در مورد این نسل اینه که اگه مخاطب اصلی محصولی که طراحی میکنید نسل زی هستش، اولا نسخه موبایل رو زودتر طراحی کنید و بهبود بدید، چون این نسل بیشتر از همه با گوشیش کار میکنه. دوما سعی کنید خلاق باشید تا حواسشون رو بقاپید. سوما تلاش کنید مسیرهای کاربریتون رو تا حد امکان کوتاه و مختصر کنید، چون این نسل اصلا حوصله زیادی نداره و زود حواسش پرت میشه و محصولتون رو ترک میکنه. حالا فهمیدید که چرا به این نسل میگفتم فلفل؟ چون با نسل باهوش زیرکی طرفیم که مو رو از ماس میکشه بیرون. با اینکه سنشون کمه و خیلی هاشون هنوز استقلال مالی ندارن، ولی افراد بسیار تاثیرگذاری توی خانواده و جامعه هستن. خب به انتهای این اپیزود و کلن انتهای این سری ویدئو رسیدیم. امیدوارم تونسته باشم اطلاعات مفیدی و در مورد نسل‌های مختلف و ویژگی‌هاشون بهتون بگم.
اگه از این ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که پستمون رو لایک کنید و کانالمون رو سابسکرایب کنید. اگرم که ویدیوهای قبلی رو ندیدید بهتون پیشنهاد میکنم که حتما ببینیدشون، چون تو این پلیلیست ما در مورد تمام نسل‌ها و انتظارات هر نسل از تکنولوژی صحبت کردیم و نکاتی رو گفتیم که بتونیم محصولات دیجیتال بهتری رو بسازیم. وقت همگیتون بخیر باشه و تا اپیزود بعدی، خدا نگهدار.